الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. امام جواد در بچگی به امامت رسید مثل امام زمان علیه السلام. یه سوال ممکنه بچه شما از شما بکنه، میگه بچه‌م میتونه امام بشه؟ بله. مثل که میگه رادیو کوچیک هم میتونه موج داشته باشه. اتفاقا بعضی رادیو کوچیک‌ها 8 موج رو میگیره، رادیو از قد بشکه موج ترون هم نمیگیره. مسئله امامت علمی است که خدا به کسی میده. این علم رو میتونه به کوچیک بده، میتونه به بزرگ بده. میگه امیرالمومنین 10 سالگی به پیغمبر اسلام ایمان نیاورد. میگه حضرت عیسی تو گهواره نگفت و جعلنی نبی یا، نگفت یجعلنی نبی یا، فرمود جعلنی نبی یا. بنابراین این مشکلی نیست. من یه مسئله رو خیلی اخیراً میزنم، حتما از من شنیدید. این فلش کامپیوتر هر کی از ما شنیده دست بالا کنه. ای بابا 3 نفر. خیلی خوب، پس بگم چون جمعیت خوبه تکرار. یه فلش کامپیوتر ما بدید. ولی یه فلش کامپیوتر ما بدید. خلاص. این فلش کامپیوتر یک سانت در یک سانته، 2 فلزه، 3 توش هم خالیه، به اندازه یه تخمه کدو، یه پوک. این فلز رو شما وصل به کامپیوتر میکنی، در فاصله چند لحظه 5000 صفحه به این منتقل میشه، 10000 صفحه منتقل میشه. کی ساخت اینو؟ انسان. چی ساخت؟ انسان چیزی ساخت که اطلاعات از فلز به فلز منتقل بشه. وقت این خدای این مهندس نمیتونه اطلاعات را از امام عسکری به بچه کوچولو منتقل کنه. انسان علم را از فلز به فلز منتقل میکنه، خدای انسان نمیتونه علم را به بچه کوچیک منتقل کنه. این بلوتوثی که شما میفرستید دیگه فلز هم نیست، با امواج انتقال میکنه. بنابراین طور نیست. گاهی از امام جواد پرسن شما در بچگی چطور امام شدی؟ میگه اشکال داره، اصلا خدا میتونه یه علمی رو به یک پرنده بده؟ بذارید قرآن بگم. حضرت سلیمان سان میدید. یه کسی یه متلی که به من گفت، گفت شما آخونده از شاه یاد گرفتید، سان میبینید تو ارتش. گفتم اتفاقا شاه از آخونده یاد گرفت. گفت چطور؟ گفتم اول آخوندی که ساندی سلیمان بود. آیه قرآن میگه و حشر لسلیمان جنوده، جنود جند، جند میدونن چه، و حشر لسلیمان مانور رفتن در برابر سلیمان لشکریانش من الجن و الانس و الطیر. خود پیغمبر اسلام سان میدید آدمایی که تیپشون خوشتیپ بود میگفت جبهه، آدمایی که کجوکور بودن میگفت حفاظت کوچه. رد نمی که بگه مثلا یه 60 پاد کمه یا نمیدونم 2 سانت پاد میچمه تو معافی. میگه بشه عدس پاک دیگه، حالا 1 سانت پاش کوتاه بشه بعد عدس پاک کرده که خوبه که. خود پیغمبر سان میدید. در سان که دیدن دید هدهد نیست. از اینجا عربی که میخونم قرآن میخونم، قال مالی لا ارل هدهد، چطور شده من هدهد نمیبینم؟ باید بیاد بگه چرا نیستش، وگرنه برخورد انقلابی میکنن. این حاضر غایب یه چیز قرآنیه، تفقد الطیر، حاضر غایب کرد. سان دیدن، مانور، حاضر غایبی، اینا همش تو ماجرای سلیمان هست. هدهد آمد و گفت کجا بودی؟ هدهد گفت احطو بما لم تحط بهی، عربی ها که بخونم قرآن، احطو احاطه دارم، تسلط دارم بر چی؟ الا مالم تحت بهی خبرا، من تسلط بر یه چیزی دارم، یعنی بر یه چیزی آگاهم که تو سلیمان پیغمبرم بر اون چیز آگاه نیستی. گفت چی بلدی که ما بلدیستم؟ گفت پرواز بکردم از منطقه ای، مردم اون منطقه،
خورشید پرست بودن، پادشاهشون زن بود، تخت بزرگی داشت، ولها عرشون عظیم، انی وجد تمرعتن. ببینید هدهد اینجا چند تا چیز فهمید. یک، هدهد زن و مرد رو میشنسه. یک، تخت و تاج رو میشنسه. دو، چون گفت ولها عرشون عظیم، یه تخت بزرگی داره. خورشید پرستی رو میدونه که شرکه و میدونه که این شرک رو باید به حضرت سلیمان گزارش بده. اینا خدا به پرنده کار نداریم. راجع به امام جواد علیه السلام شبهه داشتن، گفت شبهه نداشته باشید. مسئله امامت انتقال علم، انتقال علم به کوچیک، به بزرگ، به زن، به مرد هیچ مشکلی نیست. اصلا به افرادی گاهی الهام میشه. خب این مالی برای که امام جواد امتحان کنن. حالا من یه چیزی براتون بگم، اینو هنوز در تلویزیون نگفتم. نوه حالا برای شما میگم، گرچه اینجا شبکه 3 پخش میکنه، خیلی خوبی. چی؟ یه قصه داره قدر تو قرآن، قصه یه نصف شما میگم نیست، شما میگید تالوت و جالوت، لشکر حق لشکر باطل، تالوت لشکر حق بود، جالوت لشکر باطل بود، اینها در مقابل هم. قصهش یکی دو صفحه تو قرآن، خیلی هم نکته داره. تو این قصه میگه فقط تله، خوب گوش بدید آیه رو، از او آیه آسوناست، فقط تله داوود جالوت. یعنی داوود که یک رزمنده بود تو لشکر حق، جالوت رهبر کفر رو کش. خدا میگه ناز شستت، فقط تله داوود جالوت، پس فآتاه الله الملک، حکومت دست توست، و الحکمه، حکمت هم به توست، و آموزش یه سری علوم هم مال توست. فقط تله داوود جالوت. یک صلوات بفرستید، من انشالله از روش بکنم. میفرماد که بله، و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک، حکمت، علمه مما یشاء. یه سوال میکنم، کارای خدا رو عدل است یا همه تو گتره‌ایه؟ رو عدل. چطور تو لشکر تالوت داوود یه نفر کش، خدا بهش میگی چون قتل داوود جالوت، آتاه الله الملک، حکومت مال داوود، حکمت مال داوود، دیگه چی؟ علمه، علم مال داوود. خب اگر در جنگ احزاب قتل علی بن ابی طالب عمرو بن ابی لبد، چطور اینجا ملک نباشه با علی؟ اگر خداوند برای که داوود جالوت را کش، یعنی یه حزب اللهی، یک رهبر کفر و کش، خدای تو بهش میگی سه تا چیز بشتم، ملک، حکمت، علم فراوان. خب علی ابن ابی طالب هم در احزاب عمرو ابن عبدود را کش، پس هر چیزی که به داوود دادی باید بلیم بدید. حکمت قبول دارن شیعه و سنی، ما میگیم حالا که حکمت قبول دادید پس ملک هم هست، حکومت هم باید مال حضرت علی باشه. ایتون نیست که یه جا خدا قتل داوود جالوت سه چیز بده، ملک و حکمت و علم. اما مشابه این در جنگ احزاب واقع شد، علی ابن ابی طالب امرو کش، نه ملکی، نه حکمتی، نه علمی. تازه داوود شد حضرت داوود، بعد سلیمان نسلش هم پیغمبر شد، سلیمان ابن داوود. اگر نسل داوود پیغمبر شد، نسل علی ابن ابی طالب هم باید رهبر بشه. متن قرآنه، کسی هست جواب بده؟ خیلی استدلال قشنگه. امام جواد در جوانی، در نوجوانی، در کودکی به امامت رسید، این که مشکلی نداره، کار خداست. برای که امام رو از پادر بیارن 30,000 سوال طرح کردن، همه رو جواب داد، همه رو جواب داد. جلساتی درست میکردن که بلکه یه جا امام جواد ضرب فنی بشه، رقیب تراشی میکردن بر کی شکست بخوره. شکست نخورد.
در یه مسئله حتما شنیدید، یه جلسه درست کردن گفتن اگر کسی در مکه که نباید شکار بزنه شکار کرد حکمش چیه؟ تو از امام جواد پرسیدن، امام جواد به قدر اینو نخنقش که کسی گیج شد، گفت قاطی کردم، گفت این شکار روز بوده یا شب؟ دو، نر بوده یا ماده؟ سه، مسئله رو بلد بوده یا بلد نبوده؟ چهار، دفعه اولش بوده یا تکراری بوده؟ هی گفت آز قاطی کردم من. ما یه وقت درس یک کسی میرفتیم در قوم، یه اشکال کردیم پادرس، گفت اشکال به ناقل یا منقول من یا منقول له یا منقول فی یا منقول علی، گفتم قاطع اشکالم یاده رفت بخو برو. امام جواد سوال ازش کردن چنون اینو نخنخش کرد که طرف خب قهرمان علم بود، حکومت این جلسه رو درست کرده بود که بلکه امام جواد ضرب فنی بشه. خیلی خوب، دوزی رو گفتن دستشو با قرآن یا از سارق و از سارقه فقط اون زن دوز و مرد دوز را دستشو قطع کن. دست کجاست؟ در قرآن میگه که وضو که میگیرید الال مرافق، اینجا دسته، اینجا رو بشورید تو وضو. خب اینجا رو دست کنیم، از مچ دسته، از آرنج قطع کنیم دست، کجا رو قطع کنیم؟ از بالا بگیریم اونم دست، از کتف بذاریم یا از آرنج یا از مچ. هر کسی از فقها یه چیزی گفت، امام جواد فرمود فقط چهار انگوششو، گفتن به چه دلیل؟ گفت قرآن میگه و ان المساجد لله، مساجد یعنی مسجد، مسجد یعنی جای سجده، جای سجده مال خدا، یعنی این کف دست باید باشه که بتونه بعد دو زگر خواست نماز بخونه بتونه نماز بخونه. شما چهار انگوش بود. عرض کنم که پرسیدن چرا زنا ارثشون نصفه، الان هم میگم. ما امام جواد فرمود به خاطری که زن نفقه رو میگیره، هیچ خرجی روشش نداره، مهریه رو میگیره، نفقه رو میگیره، خونه، ماشین، آب، برق، گاز، تلفن، همه خرج زن به دوش مرده. 30 تومن که داریم 20 تومن میدیم به خانوما، ببخشید 10 تومن میدیم به خانوما 20 تومن میدیم به آقایون، خانوما نگید چرا ما 10 تومن، شما 10 تومن میتونی پسنداز کنی، هیچ خرجی نداری. بعد به دخترها میگیم دخترها برید با پسر ازدواج کنید، اون 20 تومنی که دست پسره وارد زندگی هر دو میشه. این پسر 20 تومن چه میکنه؟ خونه میخره، ماشین میخره، مبلمانه، نمیدونم سفر، آب، گاز، برق، هر چی هست. این 20 تومن رو پسر که داره وارد زندگی میکنه، دختر خانم کنار اون پسر از اون 20 تومن استفاده میکنه، 10 تومن یواشکی قایم کرده. امام جواد فرمود دلیلش اینه. گاهی میپرسن چرا اگر کسی مردی رو بکشه 100 تا شطور، زن رو بکشه 50 تا شطور، نصف به شما میگم، نصف شما خانما بگید، میگه خون مردا از خون زن بگید رنگین تره؟ میگیم نه خانم، به نفع شماست، چون اگر کسی شوهر شما رو بکشه پول 100 تا شطور میریزه تو کیفات، همه کیفات پر پول میشه. ولی اگه کسی شما رو بکشه یکی ساشو بردون پرپور میشه. گاهی پرسن چرا دخترها 9 سالگی نماز خونن پسرها 15 سالگی. خب اینم حکمت داره، شاید حکمتشی باشه، شاید دخترها از 12 سالگی تا 52 سالگی، من میانگین حرف میزنم، ما یکی زودتر شده یکی دیرتر شده کنم، میانگین از 12 سالگی تا 52 سالگی چقدره؟ چند ساله؟ تو این 40 ساله دخترها مانع دارن، یک چهارم 40 سال، یک چهارم سال، یک چهارم ماه، یک چهارم 40 سال، 10 سال از نماز محرومن توی 40 سال. خدا نمیخواد اینا محروم باشه، گفته دختر خانم چون 10 سال از نماز محرومی 6 سال زودتر پسرها نماز رو شروع کن. 4 سال هم زن عمرشو بیش از مرد است، کار به ایران هم ندارم، تو کره زمین آدم قبرستو که میده زن سر قبر شوهر نشسته. میانگین میگیم، حالا گاهی هم زن ممکنه زودتر بمیره ولی تصادفه. شما 100 تا زن بیوه پیدا میکنی، ولی مرد بیوه شاید 7 تا 8 باشه. 4 سال بعدش بره زنده، 6 سال هم زودترش شروع کن، اون 6 سال و 4 سال
ده سال جبران اون 10 سال گرفتی چی شد یا نه؟ از امام جواد سوال کردن چرا نصف ارث به زن میرسه؟ گفت برای که زن همه ارث نصف ارثش پسندازه، تمام زندگیش رو دوشش آورش. خب امام جواد نقل میکنه میگه که سخنان ما ریشش قرآنه. یه نهضتی تو تهران را بندازید به نام نهضت تفسیر، به تمام منبری ها بگید آقا سلام علیکم، این منبری که شما تشریف برید اول سهم خدا و قرآن رو بدید، نیم صد منبری یه ربع شد دو تا آیه تفسیر کن، اون یه ربع شد تحلیل سیاسی، خواب، شعر، قصه، تاریخ، هر چی میخوای بگو یه ربع شد بگو. من خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم که شب قدر هم خود قرآن سهم نداره، با اینکه قرآن میگه انا انزلناه فی لیله القدر، قرآن شب قدر نازل شد، ولی تو شب قدر در تهران 2000 تا مسجده، 2000 تا مسجد دعای القوس رو میخونن. خب بخونن، نمیگیم نخونن، تو 2000 تا مسجد مداح هست، آخوند هست، قرآن سر میگیرن. توی 2000 تا تو چند تا مسجد یه آیه تفسیر میشه؟ چرا خدا سهم نداره؟ آخه قرآن شب قدر که با سهم داشته باشه، چون قرآن شب قدر شب نزول قرآنه، قرآن شب نزولش هم سهم، مثل نونوایی که نون گیره زن بچه خودش هم نه، خیلی آب روزیه. امامان ما گفتن هرچی از لب دهن ما میاد بیرون بگو ریشه قرآنیش کدومه، تا ما بگیم تمام حدیث های ما ریشه تو قرآن داره. مثلا حدیث داریم که المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان زیر زبونش قایم شده. سعدی اینو شعرش کرده میگه تا مرد سخن ای به هنرش نهفته باشد. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه فلما کلمه و قال انک لدینا، وقتی یوسف حرف زد عزیزم گفت عجب، پس تو به حکومت تو دست گیر. فلما کلمه، یعنی از کلام، یا قرآن میگه ولا تعرفنهم فی لحن القول، حرف که میزنن از حرفشون میفهمی که اینا چه کار هستن. اگر میخوای آدم ها رو بشناسی ببین چه دعایی میکنه. بعضی ها دعاشون تنگه. حضرت ابراهیم 3 تا دعا کرد، 3 تا رو خدا مچ گرفت، گفت قبول نیها. یا بگو خدایا هر کس بچه منه امام بشه، تا خدا بهش گفت انی جائل کل، نصف شما میگم شما بگید انی جائل کل ناسه، با هم بگید اماما. خدا به ابراهیم گفت تو امامی، گفت قال و من ذریتی، بچه‌ام هم امام فرمود. به گشادی هم نی، هر که بچه تو امام بشه. یا بار گشاد دعا کرد، خدا گفت به گشادی نی که هر که پسر تو بشه امام. ای خبر، یا بارم تنگ دعا کرد، خدا باز مچ کرد، گفت به تنگی هم نیست، گفت خدایا به مؤمنین بده بخورن. آیشو بخونم، ورزق اهل همون از ثمرات من آمنه، ورزق من آمن، یعنی هر که ایمان داره ورزق رزقش بده. خدا فرمود چه دعایی میکنی؟ و من کفرف اومد تو او کافرم باشه بخوری. یه بارم جا به جا دعا کرد، گفت خدایا بعد از من پیغمبری بده به مردم که یعلمهم و یزکیهم. خدا گفت پیغمبر بهش میدم، اما نه اید که گفتی، تو گفتی یعلمهم و یزکیهم، پیغمبری که یزکیهم. گرفتی چی شد؟ او دعا کرد یعلمهم و یزکیهم، خدا میگه چی؟ یزکیهم. ولذا یعلمهم و یزکیهم یه بار تو قرآنه، ولی یزکیهم و اینم 3 بار تو قرآنه. او یه بارم که یعلمهم جلو افتاده دعای حضرت ابراهیم بوده، مال خدا نیست، خدا نقل قول کرده. حق هم همینطوره، اول تزکیه بعد تعلیم. ما الان مشکلمون تو مملکت مشکل اخلاقه، دکتر مهندس کم نداریم، حجت الاسلام و تحصیل کرده کم نداریم، مشکلی که چند تا بزش داریم که وقتی مرض نفهمید 3 تا کار بکنه، بگه 1 مرض تو رو نفهمیده، 2 پول تو پس بگی، 3 فلانی از ما باسوادتره. اینجا اخلاقه که باید بگه نفهمیدم، 2 پول منو پس بده، 3 منو معرفی کنه به یه پزشک متخصص. مشکل ما مشکل اخلاقه.
ما یه چیزای دیگه بر ما حکومت میکنه. ما الان مشکل اخلاق داریم. الان دبستانی ها ادبشون نسبت به معلم بیش از راهنمایی هست، راهنمایی بیش از دبیرستانی هست، دبیرستانی ها بیش از دانشجو هست. یعنی هرچی باسوادتر میشن نسبت به پدر مادر تو نماز بچه های راهنمایی شرکتشون بیش از دبیرستانی هست. یعنی چه؟ یعنی هم که دوت کلمه یاد گرفت اول متکبر میشن نسبت به خدا و پدر مادر. ما مشکل ما الان مشکل اخلاقه، مشکل اخلاقه. حدیث داریم کسانی که با اخلاق مسلمون شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال مسلمون شدن. من خودم 4 سال برای جوانای سوپر دلوکس کلاس داشتم، شاگردام رفتن دیدن یه عالم اخلاقی و برگشتن گفتن آقا اونه. به به، خب فهمیدم یعنی چه. آقا اونه یعنی تو به داد نمیخوری. گفتم بنده ایشون رو قبول دارم، اما شما یه روب رفتید ملاقات، تو یه روب چی دیدید؟ من 4 سال معلم شما. گفت وا رفتیم دیدن آقا، آقا رو بیرون رو برگشت، نفهمیدیم چه کار داره. وقتی ملاقاتمون تموم شد آمدیم بریم کفشمون پاکنیم، دیدیم آقا دیده پشت در آفتابه، آفتاب تابستون به کفش ما میتابه، کفشمو داغ میشه، پامو میسوزه. رفته یه گونی تر کرده انداخته رو کفشا که آفتاب به کفش ما نتابه. من 4 سال تفسیر گفتم، اونم یه گونی تر کرد. ما مشکل و مشکل اخلاقه. دانشجو از بغل استاد رد میشه سلام نمیکنه، میگه ایشون استادت نی. میگه چرا؟ ولی این ترم پروش درس ندارم. خیلی سقوط سان. بعد میریم پرو استاد میگیم تو چی تربیت کردی؟ میگیم تو استادم گیره. مشکل اخلاقه. رفتم پرو علامه طباطبایی گفتم قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم از خدا میترسه. گفت بله آیه قرآنه. گفتم من اول طلبگی سر نماز گریه میکردم، حال باسواد شدم سر نماز حواسم پرته. گفت معلوم شد اونه که خوندی علم واقعی نبوده. اگر علم واقعی بود اشکت بیشتر میشد. حاجی احمد آقام گفت امام اول اشکاشو با دستمال کاغذی پاک میکرد، بعدن اشکاشو با پارچه پاک میکرد، اواخر عم اشکاشو با حوله پاک میکرد. اگر میخواد ببینید علمتون مفیده یا مفید نیست، حدیث داریم دوره آخر از زمان آدم های سرشناس آرشو میشه از آن بگن. میگن من سردارم، امیرم، رئیس جمهورم، آیت الله، من از آن بگن. از آن بگید بچه هم از آن بگن. الان اینجا ستاد نماز کنار میدون فلسطین، رئیس نماز کشورم منم، خدا نکرده 10 میلیونم بدی که کنار فلکه یه از آن بگم نمیشم، خجالت میشم. حدیث داریم دوره آخر از زمان آدم های مشهور از الله اکبر خجالت میکشن. مریضم من، نمیدونیم هم که مریضیم، اگر میدونستیم خوب بود. به چیزی گفتن بی غیرت، گفت غیرت چیزی؟ اگه هیچ آقا، هیچ، خداحافظ. ما نمیدونیم هم غیرت چیه. اگه آدم بدونه که مریضه خودشو اصلاح میکنه. نمیدونیم اخلاق مثلا عرف. چرا ابلیس همه لعنتش میکنن؟ از در اخلاق تکبر داشت. چرا برادر برادر کش، هابیل قابیل؟ حسادت، اخلاقه. چرا کربلا امام حسین رو کشتن؟ حب دنیا، جایزه از یزید. چرا یوسف تو چاه افتاد؟ شهوت، شهوت زلیخا. حس کن ما هر جا نگاه میکنیم کسی افتاد، به خاطر اخلاق افتاد. 10 سال پاسدار داشتم، بنا بود برند یه تیم دیگه بیان، سپاه و کمیته و نیرو انتظامی، اینا بنا بود جابجا بشن. وقتی اون گروه اول رفتن به سرشیفتشو گفتم که شما 10 سال با ما بودی، بدی غلطی از ما دیدی حلال کن. گفت چون دقیقه آخر خودت هم گفتی حلال کن، ما میریم حلالت کردیم، اما پیرمونو دره بردی. ببخشید حاج آقا، دیگه خودت گفتی میگم. گفتم خب چه کردم که پیرت دره بردم؟ گفت در یکی از شهرها سخنرانی کردی،
منم پشت فرمان نشستم، یه کسی یه لیمو ترش داد به تو، تو یه لیمو رو سوراخ کردی، همچه منم هی پشت فرمان شدم دو مرتبه، هی نه نصفشو به من دادی نه دور انداختی. این 10 سال سخنرانی من به خاطر یه لیمو ترش عملم. این نقش اخلاقه، قشن بگو بلد نیستم، قشن بگو تو از من بهتری. اشکال داردم بگی از من بهتره؟ وقتی خدا به موسی گفت برو پلو فرعون، گفت هارون او از ما بهتره، بیانش بهتره، هو افصح منی، او بیانش فصیح‌تر منه، او بهتر حرف میزنه، برو بم. حدیث داریم هر کسی دیدی بگوی ای بهتر منه، اگر کوچیکتر تو بود بگوی بهتر منه چون گناه نکرده، اگر بزرگتر تو بود بازم بگو بهتر منه چون بیشتر عبادت خدا رو کرده، اگر همسن تو بود بازم بگوی بهتر نه چون من عیبا خودم سراغ دارم، عیبا اینو سراغ ندارم. این نگاه یه نگاه خوبیه. افرادی که تربیت شده هستن اصلا تلخی نمبینن، هرچی بینن زیبایی میبینن. زینب کبرا میگفت ما رأی تو الا جمیلا، بچه سر سفره حلوا رو دوست داره ولی فلفل رو دور میندازه، ولی مادر بچه که نگاه میکنه به همون مقداری که ظرف حلوا سر سفره زیباست، ظرف فلفل و ترشی هم زیباست. مادر بچه هر دو رو زیبا می‌بینه، بچه میگه حلوا خوبه فلفل بده، مادر بچه میگه هر دو خوبه. شخصی فقیر شد، طلاهای خانم رو فروختن خرج کردن، فرشا رو فروختن، دونا کتابا رو یکی فروختن، تا دیگه یه بار خانم یه قابلمه مسی برداشت برای بیرون بفروشه برای خرجی. این صاحب خونه زد به گریه، خیلی فکر کردن که این دیگه برید، که خدا یا انقدر من بدبخت بشم قابلمه بفروشم برای زندگی. رفتن دلداری بدن، تسلی تسلیتش بگن طوری نیست انشالله خوب میشه، ان مع الاسر کمک کنید یسرا. گفت نه من خیلی خدا رو دوستش دارم، قربون خدا برم ببین چقدر خدا خوبیه. 40 سال پیش خدا به ذهن من انداخت این قابلمه رو بخرم، خریدم گذاشتم تو آشپزخونه، 40 سال ازش استفاده کردم، الانم میفروشم خرج میکنم که نیازم به خلق نشه. چقدر خدای خوبی داریم که از 40 سال پیش فکر بیپولی من بوده. ببینید با این نگاه چقدر مردم راحتن. اگر انسان بدون عزت دست خداست دیگه تلاش نمیکنه. امروز یه بزرگواری اسمش بگم میشناسیدش، میگه آقای قرتی اگه تو تلویزیون نیا، چون آخه من تو همه کانال ها هستم جز کانال کولر. گفت سبک میشی؟ گفتم وقتی مثلا میگن میخوام از تو فیلم ضبط کنیم بگم چه؟ بگم چون میخوام سنگی بشم برو کنار. من که نمیگم بیا، خودشو میان، منم تا بیان حرف میزنم، هر وقتم نخواستن نیا، نه برای پول حرف میزنم نه برای پوست حرف میزنم، میگن بگو منم میگم. حالا اگر بنده برای که سنگین بشم بگم نه دیگه من یه مدت تو تلویزیونم که سنگین بشم، حالا بعدی وسطه مردم، مجلسی یقه منو گرفت، کلینی یقه منو گرفت، گفت زمانی که ما حدیث منوشتیم امکانات نبود، در سایه انقلاب و شهدا و امام و زحمات همه مراجع یه انقلابی شد تلویزیون بود. وقت شما چند نفتی یه حدیث اضافه بخونی؟ بگم آخه من می‌خواستم سنگین بشم. توحید لقه. الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی. عزت دست خداست، ذلت دست خداست. ممکنه یه چیزی مثل نون باشه، هر روزم بخوری بازم مرغوب باشه. ممکنه یه چیزی نه. دل دست خداست. ما یه خود ایمانمون ضعیفه، فکر میکنیم اگر دروغ نگیم خرجی نمیرسه، اگر تملق نگیم به ما پست نمیدن، اگر خودمون رو به آب و آتش نزنیم نه راستشو بگو، بعد بگو خدای من راستشو گفتم، همینه که هست. راست بگیم خدا قول داده، حدیث داریم تمام مردم رزقشون از حلال اندازه‌گیری شده، او کسی که دروغ میگه خدا حلالشو کم میکنه. آقا 822 کیلو شکر رزق شماست، 822 کیلو. گاهی وقتا تیزبازی میکنی میگی نیستش، کسی هم نمیفهمه، دوربین هم نی
تون تون میخوری، فکر کنی زرنگی. بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، خونه خودتون دیگه قند نخوری، چون میخواستی تیز بازی کنی. دختره رو میبینی علاقه مندی بهش، برای رضای خدا چشم پای منداد، ازدواج دود میاد، میگه حالا یه اسمسی، یه نمیدونم بلوتوسی، یه شعری، یه پیامی، رابطه برقرار میکنی بین دختر و پسر. بعد هر جا میری ازدواج دقب میفته. میگه ببین 10 ساعت از حرام کام گرفتی، من 10 تا 10 ساعت ازدواج تو عقب میندازم. هی کارت پیچ میخوره، پیچ دادی پیچت میدن، باز کردی برد راه و باز میکنن. و اما من اعطا، کسی که اهل عطا باشه، مالشو ببخشه و صدقه به الحسنا، قیامت قبول کنه، به مردم کمک کنه، فسن و یستر حول الیسرا، روونش میکنیم. و اما من بخله و استغنا، کسی که مشتش بسته باشه، فسن و یستر حول العسرا، تابش میدیم، تابش میدیم. گاهی وقتا مثلا میگیم آقا نه این شعر رو بدم به اشعار دیگه بخونه، خودم چه کنم؟ یه حدیث رو بدم به کسی دیگه، خودم چه کنم؟ بده بعدم تموم شد بگو تموم شد. ریشه اخلاق ایمانه. ما باور کنیم قدرت دست خداست. الان کاندیدای رئیس جمهوریه، ما فکر میکنیم اگر رأی آورد برنده، رأی نورد باخته. تو اگر خدا خواسته باشه ذلیلت کنه، رأی هم بیاری رئیس جمهور بشی، 4 تا غلط میکنی ذلیل میشی. میگه ما رئیس جمهور ذلیل ندیدیم، یکیش فرانسه، رأی هم آورد خراب کرد. خدا خواسته باشه ذلیلت کنه، بعد از رأی آوردنم میتونه ذلت کنه. اگرم خواسته باشه عزیز بشی، خدا عزتت میده ولو رئیس جمهور نباشی. امام با 5 میلیون آدم وارد ایران شد استقبال، تو تشییع جنازه‌اش حدوداً 10 میلیون بودن، یعنی با 5 میلیون استقبال 10 میلیون بدله. عزت دست خداست، ذلت دست خداست. گاهی وقتا فکر میکنیم اگر به ما بگن دکتر پوز داریم، فردا میگن این که دکتر نیست، الکی بهش میگن دکتر. بگن آیت الله عزیزیم، نه فردا میگن بابا، میگن آیت الله ولی چیزی بلد نیست. زور نزنیم برای رزق، زور نزنیم برای عزت، زور نزنیم برای کی رای بیاره کی رای نرو. گاهی میپرسن میگه رهبر معصومه، مراجع معصومن، میگیم نه معصوم نیستن. میگه اگر معصوم نیستن اونا مثل ما ممکنه خلاف کنن، پس چرا عقد به ما میگید بله اتفاقی بله اتفاقی تقلید تقلید؟ میگیم اسمت نیست اما حجت که هست. دکترها میگه معصومن، دکترها معصوم نیستن، ولی حرف دکتر برای بنده بیمار حجته. ممکنه دکتر یه قرص اشتباهی هم بده، اما اگر قرص اشتباهی هم داد و من خوردم و مردم، نمیگن فلانی خودکشی کرد. حرف دکتر حتی برای مراجع حجته. مراجع تقلید وقتی مریض میشن میرن پلو همه دکترها طبق نسخه دکتر عمل میکنن، یعنی مراجع هم از دکترها تقلید میکنن. چطور شد مرجع ما مریض میشه از دکتر تقلید میکنه؟ وقتی به دکتر میگیم تقلید کن، ما نسل فرهیخته هستیم، دیپلمو که همه دارن، حرفشو نزن. بعد از دیپلم شما 10 سال درس خوندی، چطور بعد از 10 سال شدی پزشک و متخصص؟ همه مراجع هر که مریض شد باید بیاد کار شما، هیچم چونه نمیزنه، چونه نمیزنه. این قرصه چرا گفتی بین غذا، اونو گفتی بعد غذا، چرا گفتی اونو نصفش بخور، اونو گفتی دو تا بخور، چرا اونو گفتی 4 ساعت، این یکی رو 8 ساعت، اونو گفتی 12 ساعت؟ هیچ که چرا نمیکنه بابا، حرف دکتر حجته. ما نمیگیم رهبری معصوم است یا مراجع معصوم، میگیم حرفشون برای ما بگید حجته. تو انتخابات هم اینطوره، ما باید حجت داشته باشیم. حرف رئیس جمهور برای ما حجت نیست، حرف رئیس مجلس برای ما حجت نیست، حرف پیش نماز حجت نیست. من بین خودم و خدا باید حجت داشته باشم. آقا من از اون از اون از اون دلم نمیخواد، به اینم که رأی بدم که رأی نمیاره، به تو چه رأی میاره یا نمیاره؟ شما اگر از آقای الف ب سین قاف نقطه ضعف داری، ولی از آقای شین، از آقای صاد، از آقای قاف مثلا چیزی تو ذهنت نیست، شما باید با همون رأی بدی. آخه رأی نمیاره، رأی بیاره یا نره مهم نیست، مهم اینه که تو رأی که میدی شما باید حجت داشته باشی. خدا انشاءالله قسمت کنه زیارت امام جواد. بعد زیارت دعا داره، این دعا خیلی دعای خوبیه.
دعاین الهی ارن الحق حقا فاتبعه، خدای نشونم بده راه کجاست. این راه آدم گم میکنه دا. افراد خودشون هم گم میکنن و تو وهم اومده. من به یه وقتی یک کسی گفتم چرا خودتو کانده کردی در یه ماجرایی، گفت چند نفر کاندیدا شدن، من فکر میکنم اینا با هم شاخ به شاخ بشن، مردم از همه خسته بشن بیان به من رأی بدن. استدلال رو گفتم آخه میتونی کار بکنی نمیتونی کار بکنی، با چه ابزاری، با چه آدمایی، با چه هدفی؟ از این خوشم اومد. مگر میشه آدم سند انقلاب؟ به هر حال بین خودتون و خدا بود حجت داشته باشه. اگر ماه دیدی بره شما عید فطره، ولو همه مراجع بگن ثابت نشده، شما میگی با چشمان ماه دیدم. اگر همه هم روزه میگیرن شما باید بخورید، چون حجت داری بین خود تو خدا، میگی با چشمم دیدم. اگر همه ایران به من اقتدا کردن، شخص شما از من گناه کبیره دیدی، حق نداری به من اقتدا کنی. نباید بابا مردم پشت سر قرائتی نماز خوندن، میگه به تو چه؟ شما از من گناه کبیره دیدی، حق اقتدا نداری. حجت باید داشته باشید، یا حجت عقلی یا حجت شرعی. حالا مملکت چه جور میشه؟ عزت کی عزیز میشه، کی ذلیل میشه؟ ما ضامن عزت و ذلت نیستیم. گاهی زور میزنی عزیزش کنه، خودش دست گل آب میکنه، خرابش میکنه، خودش خراب میکنه. گاهی هم همه جمع میشیم ذلیلش کنیم، بیشتر عزیز میشه. خدایا به آبروی امام جواد به ما حق را نشان بده، نه برای انتخابات، برای همیشه. همیشه در همه کار حق را به ما نشان بده با ایمانی که پیروی کنیم، باطل را به ما نشان بده با تقوایی که دوری کنیم. در تشخیص حق و باطل ما را متحیر قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.